الاهرام گفتگو برای تشکیل دولت ائتلافی به جای رژیم اسد تا اجرای انتخابات. تودی زمان اپوزیسیون نبردی متحورانه را برای حلب تدارک دیده است. گلف نیوز فراخوان برای تسلیح رزمندگان سوری. از شرق الوسط معلم از تهران اپوزیسیون را تهدید می کند. ایستادگی ارتش آزاد در حلب. المستقبل مالکی مانع دستیابی زیباری به پرونده سوریه می شود. الاهرام واشنگتن طرح حمله به ایران را به نتانیاهو ارائه می کند. القدس العربی اسرائیل برای احتمال هر جنگی سیستم گنبد آهنین خود را تقویت می کند و خلبانان آمریکایی برای زدن سایت های هسته ایران تمرین می کنند. از شرق الوسط وزیر خارجه اسرائیل از طرح اضطراری آمریکا برای حمله به ایران پرده بر می دارد. هرالد تیبیون رامنی از حمله اسرائیل به ایران حمایت می کند. حرف روز رسانه ها را با نگاهی به تحولات سوریه آغاز می کنیم. الاهرام گفتگو برای تشکیل دولت ائتلافی به جای رژیم اسد تا اجرای انتخابات. الاهرام به نقل از عبدالباسط سیدا رئیس شورای ملی سوریه نوشته است طی هفته های آینده گفتگوهایی برای تشکیل یک دولت انتقالی که جایگزین رژیم اسد شود جریان خواهد داشت. سیدا به اسکای نیوز عربی گفته است که دولت موقت مسائل کشور را طی دوران سرنگونی اسد و تا برگزاری انتخاباتی دموکراتیک به عهده خواهد داشت. تودی زمان اپوزیسیون نبردی متحورانه را برای حلب تدارک دیده است. این روزنامه به نقل از فعالین حقوق بشر سوریه می نویسد درگیری ها برای چندمین روز در حلب ادامه دارد و نیروهای دولتی با تانک، هلیکوپتر و سلاح‌های سنگین مواضع رزمندگان ارتش آزاد سوریه را زیر آتش گرفتند. آنها می‌گویند نبرد حلب آغاز یک مرحله سرنوشت ساز می‌باشد. بنا به گفته خبرنگاران شهر حلب تقریباً خالی از سکنه است و رزمندگان در خانه‌های آنجا موضع گرفتند. گلف نیوز فراخوان برای تسلیح رزمندگان سوری. این روزنامه به نقل از عبدالباسط سیدا رئیس شورای ملی سوریه می‌نویسد ما از همه برادران عرب و دوستان خود می‌خواهیم که با ارسال سلاح رزمندگان ارتش آزاد سوریه را یاری کنند. ما به سلاح‌های نیاز داریم که بتوانند تانک و هواپیما را متوقف کنند. وی اوضاع جاری سوریه را مصیبت‌بار توصیف کرد. از شرق الوسط معلم از تهران اپوزیسیون را تهدید می‌کند و ایستادگی ارتش آزاد در حلب. این روزنامه با چاپ عکسی از تانک به غنیمت گرفته شده توسط رزمندگان سوری می نویسد در شرایطی که جامعه جهانی نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی سخن می گوید و شورای ملی سوریه طی فراخوانی به دلیل جلوگیری از رسیدن مواد غذایی و پزشکی خواستار نشست اضطراری شورای امنیت شده است، ولید المعلم وزیر خارجه سوریه از تهران تهدید کرد که مخالفان دولت را در حلب شکست خواهد داد. المستقبل مالکی مانع دستیابی زیباری به پرونده سوریه می شود. این روزنامه لبنانی با اشاره به تجمع نیروی عراق و پیشمرگه در منطقه مرزی می نویسد پس از گذشت 17 ماه از بحران سوریه این بحران سایه خود را بر صحنه عراق انداخته به نحوی که اختلاف به محافل سیاسی حاکم در بغداد رسیده است. به تازگی یک منبع مطلع فاش کرده است که نخست وزیر عراق نوری مالکی اختیارات وزیر خارجه عراق هوشیار زیباری را در زمینه موضوع سوریه محدود کرده است. المستقبل می نویسد این در شرایطی است که در مرز سوریه تجمع نیروی دولتی عراق و نیروهای پیشمرگه به چشم می خورد و این مسئله به افزایش بحران بین بغداد و اربیل افزوده است. منابع مطلع به روزنامه المستقبل گفتند که اختلافات بین مالکی و زیباری در مسائل سوریه به حدی است که دولت عراق تصمیم گرفت مانع از دسترسی وزیر خارجه به کار با مسئله سوریه شود.
و در پایان انعکاساتی در مورد واکنش‌های بین‌المللی در قبال برنامه هسته‌ای رژیم ایران. الاهرام واشنگتن طرح حمله به ایران را به نتانیاهو ارائه می‌کند. این روزنامه مصری به نقل از روزنامه هارتس اسرائیلی می‌نویسد تام دانیلون مشاور امنیت ملی آمریکا به نخست وزیر اسرائیل اطلاع داده است که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال طراحی برای حمله احتمالی به سایت‌های هسته‌ای ایران است و اضافه می‌کند که طی گفتگوهای به عمل آمده با مشاورت امنیت ملی آمریکا به طور مفصل درباره توان آمریکا برای حمله به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران و تأسیسات فردو در شهر قم صحبت کردند. القدس العربی اسرائیل برای احتمال هر جنگی سیستم گنبد آهنین خود را تقویت می‌کند و خلبانان آمریکایی برای زدن سایت‌های هسته‌ای ایران تمرین می‌کنند. این روزنامه ضمن اشاره به دیدار دو هفته پیش تام دانیلون از تل آویو به نقل از روزنامه هارتس و طرح آمریکا برای زدن تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت شکست راه حل دیپلماتیک می‌نویسد لئون پانتا روز سه‌شنبه برای دیدار با نتانیاهو و وزیر امنیت اهود باراک و مسئولان ارشد دستگاه امنیتی به اسرائیل سفر خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود که درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کنند. القدس العربی به نقل از روزنامه اسرائیلی هارتس می‌نویسد ارتش آمریکا در حال آموزش خلبانان آمریکایی هستند. ناظران میگویند منظور از این تمرینات کسب آمادگی برای جنگ با ایران است. از شرق الوسط وزیر خارجه اسرائیل از طرح اضطراری آمریکا برای حمله به ایران پرده برمی‌دارد. علی‌رغم تکذیب منابع رسمی دولت اسرائیل، گزارش‌ها که از آنند که ایالات متحده آمریکا یک طرح اضطراری برای حمله نظامی به ایران را به اسرائیل عرضه کرده است. این روزنامه می‌نویسد این طرح دو هفته پیش توسط تام دانیلون به نتانیاهو ارائه شده است. هرالد تیبیون رامنی از حمله اسرائیل به ایران حمایت می‌کند. میت رامنی روز یکشنبه در یک سخنرانی در بیت المقدس و در مقابل جمعیتی از هوادارانش تصریح کرد که اسرائیل باید قادر باشد در مقابل تهدیدات هسته‌ای ایران از خودش دفاع کند. وی گفت ما حق اسرائیل برای دفاع از خود را به رسمیت می‌شناسیم و کار درست همین است که آمریکا در کنار شما بایستد. رامنی با اشاره به اینکه ایران چالش مشترک آمریکا و اسرائیل است افزود ما یک وظیفه مشروع و التزام اخلاقی داریم تا از مقاصد خبیثانه رهبران ایران جلوگیری کنیم. ما باید در کنار تمام آنهایی که در این تلاش با ما مشترکند از جمله مخالفین ایرانی بایستیم. وی همچنین گفت جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران باید بالاترین اولویت برای امنیت ملی آمریکا باشد. روزنامه های واشنگتن پست و واشنگتن تایمز نیز با منعکس کردن سخنان رامنی چنین نوشتند. واشنگتن پست جلوگیری از ایران هسته‌ای یک گزینه نیست بلکه کاری است که ما باید رهبری آن را به دست بگیریم. واشنگتن تایمز ما باید از هر اقدام ممکن برای توقف فعالیت های هسته‌ای ایران استفاده کنیم.